خیلی میبینم خیلی از ماها وقتمون رو بی خود تلف میکنیم و عمرمون رو میگذرونیم و زمانمون رو از دست میدیم، غافل از اینکه به اماممون میگیم امام زمان. یک فرد منتظر چطور باید زمان خودش رو مدیریت بکنه؟ بارها شده به من میگن آقا شما نمیدونم این مطالب از کجا آوردی، شما مثلا سنت انقدر چجوری تونستی اینو؟ میگم به خدا قسم من همین الان برگردم به گذشته، حداقل خدا رو قسم خوردم دارم میگم حداقل 4-5 سال وقت مرده بیرون میکشه. بارها پیش اومده میبینیم یه سری آداب غلط، رفتارهای غلط اجتماعی داریم، اینا باید تصحیح بشه. یه جایی بالاخره باید شروع کرد یا نه؟ ما سخنران باید دیر بره توی جلسه که همه منتظرش باشن. خب حرف مزخرف و مضحکه. وقتی بتالت رو میبینم که طرف توی مترو نشسته، به بتالت داره دور و برش رو نگاه میکنه. میگه شبی بود یه قافله داشت میرفت، تاریک مطلق بود، گفتن ریگ این بیابون جمع کنید. یه عده اندکی شروع کردن ریگ جمع کردن، عده زیادن گفتن برو بابا تو آشغال بیم جمع کن، سنگ جمع کن. صبح شد نگاه کردن دیدن اینا ریگ نبوده، چی بوده؟ همش در و گوهر و جواهرات و فلان. میگه هر دو گروه پشیمان بودن، اونایی که جمع نکرده بودن که چرا جمع نکردیم، اونایی که جمع کرده بودن که چرا بیشتر جمع نکردیم. تو استعداد اینو داری که به مرحله‌ای برسی که خدای تو به تو بگه صنعت کل نفسی، تو رو برای خودم آفریدم، زمین و زمان برای تو آفریده شده. چقدر برنامه ریزی داری؟ به جمع از دست ندی. اعتقاد دارم مهمترین عنصری که ابلیس بر روی اون کار میکنه زمانه. ابلیس موجودی بسیار زمان شناس. مورد بعدی اینه که زمان اصلا قابل معاوضه با هیچ چیز نیست. با چی میخوای عوضش کنی؟ چقدر پول بدی 10 سال پیش برمیگرده. من مزایای مدیریت زمان رو خدمتتون عرض میکنم که چه نتیجه خوبی میشه ازش گرفت. اولین نتیجه که از مزایای مدیریت زمانه ایجاد انگیزه و احساس مطلوبیته. افرادی رو دیدید به خاطر اینکه این تسریع در رسیدن به اهدافشون ندارن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همه کارو هیچ کارن. تشخیص اولویت ها از مزایای دیگه مدیریت زمانه. آدمی که مدیریت زمان نداره حاضر وقتشو برای همه کارا هدر بده. نظم یافتن امور، طرف کارش حساب کتاب پیدا میکنه، دست کلید دستشه، 50 تا کلید توشه، هر بار دنبال این کلیده میگرده. الگو شدن برای دیگران. یک آدمی که مدیریت زمان داره الگو میشه برای بقیه، میگن نگاه کن فلانی رو یاد بگیر، کارش حساب کتاب داره. خیلی اینا رو شنیدید. عزت پیدا میکنه همچین کسی بین مردم. یکی از بدترین مسائلی که مردم را از شما بیزار میکنه بدقولیتونه. برای اینکه آدم احساس میکنه که من برای این فرد ارزشی ندارم. بدقولی به خاطر چیه؟ رسیدگی به همه امور زندگی. میگه آقا چرا اینجوری شد؟ آقا ما دیگه سرگرم فلان کار شدیم، یه لحظه به خود اومدیم دیدیم عمرمون از دیگه نتونستیم. آمادگی داشتن برای شرایط بحرانی و به استقبال کارها رفتن. آدمی که مدیریت زمان داره عاجز نمیشه هیچ وقت. هر شرایطی براش پیش بیاد قبلا فکرشو کرده. چرا؟ چون یک فرصت برای تفکر داره، یک فرصت برای آینده نگری داره. آقا من دارم میام برای سخنرانی، میگم از دفتر ما مثلا تا اینجا یک ساعت راهه، خب من نیم ساعت زودتر راه میافتم، تو نیم ساعتم برنامه دارم، چیه؟ لپتاپم شارژ کامل داره، سخنرانی آماده میکنم، نشد تو در ماشین یه دونه کتاب کوچیک هست مطالعه میکنم. رفع حواس پرتی و کمک به حافظه، یکی دیگه از کار مدیریت زمان. آدمی که زمانش مدیریت داره نظم زمانی پیدا میکنه، خودش حواسش هست، نمازش دیگه یادش نمیره. همیشه حرف همیشگی آخ یادم رفت، زهر مار یادم رفت، مگه من وقت من درگیر توه؟ بنویس. مورد 14 بالا رفتن ضریب بهره وریه. من از یه وقت مرده‌ای که میخواستم تو ماشین بشینم ماشینا رو نگاه کنم استفاده کردم. مورد 15 هم عرض بکنم، امکان پیشرفت و بهره بردن از روش‌های جدید و نوین فقط برای کسی پیش میاد که مدیریت زمان داره. می‌بینی چرا؟ چون فرصت داره. ادیسون توی قطار که میرفت مسافرت، توی قطار یه کیفی داشت آزمایشگاهش بود، همونجا توی قطار یه بار واگن قطار آتیش داده بود دیگه. تأکید بسیار زیادی بر بحث زمانشناسی در کلام اهل بیت داریم. من فقط چند تا از احادیث رو می‌خونم، خوب دقت کنید ببینید این نکاتی که بنده عرض کردم نه از خودم نگفتم، بابت تمامش ما روایت داریم. آقا رسول الله فرمودن لیس من یوم یأتی علی ابن آدم، روزی نیست که بر فرزند آدم میاد یونادی، فریاد میزنه، ندا میده. یونادی نمیگه یقول، میگه داد میزنه. یونادی فی یبن آدم انا خلق جدید، میگه میاد میگه ای فرزند آدم، من امروز مخلوق جدیدم در خدمت تو هم. و بدون و انا علیک قد شهیدا، من فردا خودم علیه تو شهادت خواهم داد. فعمل
انجام بده، کار کن خیران، خوب پس از من استفاده کن و کار خیر انجام بده. و اگر منو از دست دادی لن ترانی، عمرن دیگه منو نبینی. باز امیر مؤمنان فرمود عمر تو مهر سعادت توست و سعادت تو در گرو اوست. اگر آن را در راه طاعت پروردگار مصرف کرده باشی، این مشروط به این. امام صادق فرمود لیس فی الدنیا شیء، نیست در دنیا چیزی اعز عزیزتر من قلبک و وقتک، چیزی عزیزتر از قلب تو و وقت و زمانی که تو داری نیست. بعد ما این دوتا رو خرج چی میکنیم؟ دلمونو میذاریم جایگاه بدبینی نسبت به یک مؤمن، جایگاه کینه نسبت به افراد دیگه، آدمی که نگران قلبش و وقتشه، این سعادت منه. امام صادق فرمود من که نمیگم که